سلام بر شما بینندگان گرامی. امروز یکی از روزهای سیاه تاریخ ایرانه، روزی که مثلث شوم دست به کار شد و یک بار دیگه آرمان آزادی مردم ایران رو به مسلخ برد. آرمانی که از انقلاب مشروطه زبانه کشید و در حکومت ملی دکتر محمد مصدق استمرار پیدا کرد. بله، امروز سال روز کودتای ننگین 28 مرداد 1332 و سقوط دولت ملی دکتر مصدقه. اجازه بدین که در این روز خاطره از دکتر مصدق رو به یاد بیاریم، روزی که عازم دادگاه بین المللی لاهه شد برای دفاع از سیاست ملی خلع ید از شرکت نفت ایران انگلیس. در اون روزها تنها و یک تنه مجبور بود در برابر غول استعمار بیسته. بله، طنز تلخ تاریخ درست همینجا بود. در حالی که تمامی ملت ایران پشتیبان مصدق بود، اما او تنها بود. تنهای تنها و دریغ از تنهایی. آخر پشتیبانی مردم یک چیز هست، داشتن تشکیلات چیز دیگری. مصدق اونقدر تنها بود که حتی شبی که عازم سفر برای شرکت در دیوان داوری لاهه بود، انبوهی اسناد رو زیر پالتو به خودش بست و مقداری سند به درد نخور رو در چمدانی گذاشت. اون وقت چمدان رو به یکی از همراهانش داد و گفت از این چمدان خوب مواظبت کن. اما درست همین چمدان 24 ساعت گم شد. کجا بود؟ جای دوری نبود. تنها در دست ماموران مخفی انگلیس قرار داشت که از تمامی اسناد چمدان عکس گرفتن. اما با هوشیاری از پیش مصدق تیرشون به سنگ خورد. بعد از رو کردن اسناد واقعی در دادگاه توسط دکتر مصدق، کارگزاران و وکلای انگلیس البته مات و مفقود شدند و در نهایت هم روز 3 تیر 1331 قاضی انگلیسی بعد از دفاعیات جانانه دکتر مصدق به نفع ایران رأی داد. البته روز 28 مرداد روز انبوه مردم ایران و روز شادی شاه و شیخه. بی جهت نیست که همین امروز، یعنی 28 مرداد 1399، خامنه ای ولی فقیه ارتجا در توییتی غیظ هیستریک خودش رو از محبوبیت مردمی دکتر مصدق به نمایش گذاشت. اون بدون اشاره به همدستی اخلاف مرتجع خودش مثل آخوند کاشانی در این کودتای سیاه، در یک توییت سخیف با جعل تاریخ نوشت که آمریکایی‌ها مأمورشان را فرستادند اینجا و کودتای 28 مرداد را راه انداختند. مصدق اعتماد کرد، کتکش را هم خورد. البته مردم ایران در فضای مجازی این توهین بی‌شرمانه خامنه‌ای را بی جواب نگذاشتند و نوشتند که کتک خوردن از اجنبی و شاه و شیخ باعث افتخار هر وطن پرستیه. بیچاره آن کسانی که کتک آتشین رو از مردم ایران خواهند خورد. من بر دیکتاتور، من این گزارش برای سیمای آزادی میگیرم بفرستم. مردم در مسیر انقلاب و آزادی دارن شعار میدن من بر دیکتاتور، من بر دیکتاتور، از گازش کاربر استفاده میکنن، نیرو فوق‌العاده زیاده. برنامه های امروز: شرایط بغرنج سیاسی اجتماعی ایران. رسانه های جهان بازتاب می دهند. نگاهی به انعکاس مسائل ایران در مطبوعات ایتالیا در گفتگو با مهندس اسماعیل محدث. کووید 19 و راه های گسترش. آیا این ویروس غذا را ابزاری برای شیوع بیشتر می کند؟ بخش رسانه های جهان و بررسی این موضوع و موضوعات دیگر. بحران مسکن، بیخانمانی، فقرش 96%. سرمایه ها کجا می رود؟ باستی هیلز ها در مسیر گسترش. یک نمونه شهرک امیردشت مازندران در بخش دردهای مردم.
براندازی و کابوس بیپایان نظام، دشمنی که دست از سر نظام بر نمی دارد. هزاران فیلم، گزارش، سخنرانی درباره خطر مجاهدین تنها در مرداد ماه. نگاهی به یک نمونه. تیک تاک و گذر از هزار توی رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی. بازتاب شرایط سیاسی اجتماعی ایران امروز در مطبوعات جهان بسیار مطرح است. همکنون مهندس اسماعیل مهندس از ایتالیا همراه ما هستند با بخشی از این بازتاب ها در رسانه های ایتالیا و آقای مهندس برای ما این توضیحات رو میدن. سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه تیک تاک. منم خدمت شما و خدمت بینندگان صدای آزادی تلویزیون ملی ایران سلام دارم و اگر به من اجازه بدین میخوام درود بفرستم بر مصدق کبیر و یارانی که تا پای جان در رکاب او ایستادند و حکومت ملی رو تشکیل دادن و امروز روز کودتای استعماری بر علیه دکتر مصدق بود. اگر به من اجازه بدید باز یک چیزی میخوام اضافه بکنم با اشاره به توییتی که خامنه ای کرده. اگر بر علیه مصدق در روز 28 مرداد اوباش اومدن شعار دادن، امروز تمامی مردم ایران در خیابانهای ایران بر علیه این دیکتاتور منفور شعار میرن و همین کافیه. بله، درود بر شما. اولین سوال ما این هستش که چه موضوعاتی درباره ایران در رسانه های ایتالیا مطرح هست؟ اولین موضوعی که صبح امروز خبرگزاری های ایتالیا اونو گزارش دادن، محکومیتی که از طرف دادگاه بین‌المللی لاهه در مورد قتل حریری در لبنان گزارش کردن که به طور غیابی 4 تن از اعضای حزب الله یا حزب شیطان را محکوم کردند و تمامی خبرگزاری‌ها صحبت از این می‌کنند که طبیعتاً پشت حزب الله طبیعتاً رژیم ایران هست و این موضوع یک شکست در مداخلات بین‌المللی رژیم آخوندیه که طبیعتاً این موضوع رو با موضوع انفجار 2 هفته پیش در بیروت متصل میکنن و نتیجه گیری میکنن در تحلیل هاشون که در حقیقت اوضاع بیروت در گرو رژیم آخوندیه و حلش مربوط به کوتاه کردن دست این رژیم میشه. موضوع دیگه ای که روزنامه ها به اون پرداختن در مورد رای گیری در شورای امنیت سازمان ملل هست که در اونجا قطعنامه پیشنهادی امریکا با شکست در حقیقت مواجه شد و وزیر خارجه امریکا در حقیقت این رو به ضرر صلح و ثبات خاورمیانه تحلیل کرد. اما دو روز بعدش یعنی دیروز باز دوباره رئیس جمهور امریکا در کنفرانس مطبوعاتی تایید کرد که ما حتما مکانیزم ماشه رو به عمل خواهیم گرفت و تحریم ها رو در مورد تحریم های تسلیحاتی رو در مورد ایران اعمال خواهیم کرد، چرا که اگر این تحریم ها جلوی برای صلح مؤثر نباشه حداقل جلوی جنگ و جنگ افروزی و ناثباتی رو در خاورمیانه حتما خواهد گرفت. موضوع دیگری که دیروز و حتی امروز روزنامه های ایتالیا از قبیل لا رپوبلیکا مسجر رو به اون پرداختن، دستگیری دختر خانوم سپیده مهراوه خندانه که روز دوشنبه برای چند ساعت دستگیر شد و باز با سپردن وثیقه آزادش کردن و روزنامه‌ها از این یاد کردن.
موضوع دیگه ای که مجله اینترنتی پولیتیکامنت کورتو آورده در مورد بیانیه که کمیته پارلمانتاری ایران آزاد در مورد حمایت این کمیته از اعتصابات و اعتراضات کارگران در چند هفته اخیر به اون پرداخته. و به عنوان آخرین خبر، مجله اینترنتی فرمی که تحلیلی رو از آقای سفیر جولیو ترسی آورده و در این تحلیل نقش ایران در بی‌ثباتی خاورمیانه رو تشریح کرده و مکانیزم این که اگر جامعه جهانی و سازمان ملل اراده بکنند و بخواهند، میتوانند که جلوی این دست درازی ها و بی‌ثبات کردن منطقه رو از طرف رژیم آخوندی بگیرن. بله، با تشکر از توضیحاتون. سال بعدی در مورد موضوع وضعیت بحرانی کووید 19 در ایران هست. این موضوع چه بازتاب‌هایی در رسانه‌های ایتالیا داشته؟ ببینید، موضوعی که باید در مورد برخورد مطبوعات ایتالیا در مورد پاندمی کووید 19 بگم اینه که عمدتاً مطبوعات ایتالیا به اخباری که به طور رسمی از طرف رژیم داده میشه به دروغ بودنش اطمینان دارن. بنابراین خبر خیلی زیادی نیست، فقط جست و گریخته خبرهایی میشه. مثلا من میدیدم فقط خبرگزاری رسمی ایتالیا آنسا یکی در روز 11 اوت و یکی روز 15 اوت یک خبر بسیار خشک و کوتاه فقط در مورد کووید در ایران، اون هم آمارهایی که از طرف رژیم داده شده بود. بنابراین در سطح در صفحات اینترنتی آماری که میشه به اون استناد کرد همون آماریه که سازمان مجاهدین خلق ایران به طور روزانه اعلام میکنه و بسیاری از کسایی که این اخبار رو دنبال میکنن از این طریق از وجود این بیماری و این فاجعه در ایران مطلع میشن که متاسفانه طبق آمار دست پایینی که سازمان مجاهدین داده بیش از 90,000 از هموطنانمون جان باختن و چیزی که فاجعه آوره این که رژیم نه قصدی و نه اراده‌ای و نه توانی برای برخورد با این مشکل عظیم داره. بله، خیلی ممنون از حضورتون و اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و توضیحاتی که دادین. منم از شما متشکرم. بینندگان گرامی، گفتگویی بود با مهندس اسماعیل محدث از ایتالیا.